مناقش برانگیز شدن دیدار دختر اکبر حاشمی رفسنجانی با یکی از رهبران بهایی در ایران و همینطور سردرگمی سرمایه گذاران خارجی بر سر برداشته شدن تحریم ها موضوع دو مقاله روزامه های نیویورک تایمز و شیکاگو تریبیون است فرشته رستگاری گزارش میدهند خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در ایران در مقاله تحت عنوان دختر یک آیت الله در ایران عامل باز شدن بحث و گفتگو بر سر آزار و اذیت مذهبی می شود می نویسد در پی منتشر شدن عکس دیدار هفته گذشته فایزه هاشمی رفسنجانی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام با فریبا کمالوندی یکی از رهبران بهایی در ایران بحث و مناقشه بر سر اذیت دینی بالا گرفت مقاله میگوید خانم هاشمی به دیدار فردی بهایی رفته است که از دیدگاه روحانیون در جمهوری اسلامی ایران نجس و بتپرست تلقی می شوند. اما خانم هاشمی که سابقه کنشگری اجتماعی را نیز دارد در دفاع از کرده خود میگوید به دیدار یکی از همبندهایش در دورانی که خود زندانی بوده رفته است و نه تنها از کرده خود پشیمان نیست بلکه این حاکمیت ایران است که باید رفتارش را نسبت به بهاییان و گروه های دیگر تغییر دهد این اقدام وی بسیار فراتر از اقداماتی است که پیشتر انجام داده است این روزنامه با اشاره به واکنش پدر فایزه که این دیدار را ملاقاتی با یک مرتد دانسته می نویسد رئیس قوه قضاییه و سخنگویان اعلام کردند تخلف خانم هاشمی در حد اقدام علیه امنیت ملی بوده و این قوه قصد دارد که وی را دادگاهی کند اما همه روحانیون ایران اقدام خانم هاشمی را تقبیح نکردند آمریکا بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی رهبران بهایی شده است بهاییان حق ادامه تحصیل و ورود به مشاغل دولتی ندارند روزنامه شیکاگو تریبیون در مقاله تحت عنوان تهران در مسیر جذب سرمایه خارجی به خاطر سردرگمی مربوط به برداشته شدن تحریم ها به دستانداز افتاده است با استناد به یک نظرسنجی نوشته است حدود 58 درصد از مدیران شرکت های بریتانیایی گفتند که هنوز نمیدانند برای مواجه نشدن با مجازات های باقی مانده بین چه اقدامات احتیاطی را باید اتخاذ کنند و بنابراین برای ورود به این بازار 80 میلیونی احتیاط را پیشه کردند. نویسنده مقاله در ادامه با استناد به یافته های شرکت مشاوره بریتانیایی کلاید و شرکا می نویسد که دیگر دلیل تردید این مدیران به سرمایه گذاری در ایران بازگشت احتمالی دوباره تحریم ها در صورت تخلف ایران از برجام است. همچنین سی درصد مدیران می گویند که هنوز حاضر نیستند برای سرمایه در ایران با بانک وارد با مذاکره شوند به گفته یکی از مدیران صندوق بین پول ایران باید در مورد مقولات پولشویی و اتهامات حاکی از حمایت از گروه های تروریستی جوابگو باشند و از خود شفافیت نشان دهند.